زن و سیاست. خزا او سیاست. مادر، خانه کاکا اسلم نرفتی؟ میرم بچه، خدا کنه اسلم در خانه باشه. کاکا اسلم در خانه است، تو یک دفعه میرفتی که امو کار عروسی رو چطور میکنه؟ من خو خواهد رفتا، خدا کنه که باز کدام بهانه نکنه. بهانه مهانه را دیگه قبول ندارم، برش بگو که هر رقم میشه کار عروسی رو خلاص کنه. تو راست میگی بچه، اگه او قبول کنه؟ او باید قبول کنه، من تا چی وقت برش صبر کنم؟ چند سال شد که دختر خدا به من داده و حال عروسی نمی کنه. من خو چند دفعه رفتم، گاهی میگه که دختر خورده است و گاهی میگه که درس میخونه. یک بهانه نی یک بهانه میکنه. تو این دفعه برو برش یاد کو، اگه بازم بهانه کرد تو باز بیا، من بازم روش کار دارم. من خو امروز کارای خانه را که خلاص کردم صبح وقت بخیر میرم. از دست شما به جنجالا روبرو شدم. چرا به خاطر ما به جنجالا روبرو شده باشی؟ چرا ما کار بد کردیم که برات زن گرفتیم؟ اگه دختر خورده برم نمی گرفتی، حال این روز بده نمی دیدم. یه پاره نزن، دیگه بهانه کده نمی تانه، اون شریفا مکتب خلاص کرد. ما هم خبر شدم که مکتب خلاص کرد، به خاطر همی برات یاد آور شدم. اولادای هم سالانیم به جوانی رسیده و عمر ما در انتظار گذشت. من دیگه چی مقصر هستم؟ پدر خدا بخشیدید دختر خورده به نامت کرد. ای دفعه که خانه کاکا اسلم رفتی دست خالی نبی. تو حال آرام باش بچیم، خدا خیر پیش کنه. من یک دفعه خانیشان برم معلوم خواهد شد که چی میگه. هرچی که میگه بگویه. تو برش بگو که بچه من روسی میخواه، دیگه صبر کده نمیتونه. اگه بازم بهانه کرد باز بی که امروش چی میکنم. او کاکایت هست، چی کده میتونی؟ دیگه چیز نمیگم، از این دنیا رخصتش میکنم، زنده نمیمانمش. منده نباشی مادر فرید، بیا اینجا بشی. خیر ببینی اسلم، خوب شد که در خانه گیرت کدم. خیرت خو هست، چرا یک قسم ورخطا معلوم میشی؟ خیرت هست، آمدیم که گپ عروسی فرید و شریفه را همرایت یک طرف کنم. بی مادر فرید، شریفه مکتب خلاص کرد، حالی میخواه که فاکولته هم بخانه، یعنی درس خود ادامه میده. بس است، دیگه درس سرش نخوان، غم عروسیش بخو. مادر فرید، ما چند دفعه با شریفه گفتیم، او میگه که دیگه درس هم میخوانم، سرش به زور قبول کردن نمیتونم. چرا سرش قبول کردن نمیتونی؟ تو پدرش هستی، گپای تو را به زمین انداخته نمیتونه. مانده نباشی خانم کاکا. زنده باشی دخترم، تو مانده نباشی، تو حال کجا بودی؟ در اتاق دیگه بودم، درس میخواندم. بس است دیگه، زیاد درس خواندی، حالا در فکر عروسی خود باش. چی میگی خانم کاکا؟ ما عروسی نمیکنم، درس خدا ادامه میتم. مادر فرید، شنیدی شریفه چی میگه؟ آه شنیدم، حالا امرای فرید چی کنم؟ چرا؟ فرید چی شده؟ فرید چیز نشده، عروسی میخواه. ای خو گپ خوشی است، تو چرا تشویش میکنی؟ برش عروسی که اصلا شریفه چی میگه؟ به نظر من خبر نداره که از کودکی به نام فرید است. ما چی بگویم؟ به نظرم کس برش نگفته، مادرش سابق مرده، کی برش بگویه؟ پدر، خانم کاکایم چی میگه؟ من خویش نمیفهمم. خانم کاکایت راست میگه، تو را از کودکی به فرید داده بودم. شما کاری خوب نکدین پدر، حال من خودم میفهمم که امرای کی عروسی کنم. من امرای فرید عروسی نمیکنم، اولی که عمرش زیاد است و دیگه ای که او بی سواد است. مشنوی اسلم که دختر چی میگه؟ ها مادر فرید، حال شریفه خودش برات میگه، ما چی بگویم؟ پدر، تو هیچ گفته نمیتانی، تو یک کار بسیار غلط انجام دادی که من رو در کودکی نامزاد کردی. نامزاد ساختن و عروسی کردن در سن خرد خلاف دین ماست. تا وقتی که بچه و دختر از 16 الی 18 ساله نباشه برش عروسی لازم نیست، وقت قانونیش همیست. وای خدا پرده ما را کو،
او دختر، تو چی میگی؟ تو خود سنوی مستی؟ خانم کاکا، مرا با سنو نگو. ما همراه بچه تاروسی نمی کنم. یکی خشما بد کدین که مرا در کودکی به نام فرید کدین. در قانون مدنی کشور ما آمده اگر عمر دختر از 15 سال کم باشه باید عروسی نشوه، با خاطر که عروسی عقوبت خوب نداره. ما قانون مانون نمیفهمم. دگر روز دولی را پشتت میاریم و تو را خانه خود میبرم. مخبرت گفتم که همراه بچه تا عروسی نمی کنم. حالا ما هر چیز هم میفهمم. در مورد عروسی خود من خودم تصمیم میگیرم. ای حق ماز و ای حق قانون اسلامی و دنیایی برم داده. اصلا توی دختر در چیز نمیگی؟ ما چی بگم مادر فرید؟ شریفه راست میگه. راستیم که ملامت هستیم. خانم کاکا، مخبرتان گفتم که شما ناروا کردین و ما این ناروایتان قبول کرده نمیتانم و به این کارهای بزرگان بسیاری از دختران بدبخت هستن. کسی خودسوزی میکنه، کسی از خانه فرار میکنه و کسی خودکشی میکنه. علت شاروسی و نامزادی در کودکیست. ای تو گپارا نزن، تو یک دختر هستی، دخترهای تو گپارا نمیزنه. راستیم که من یک دختر هستم، لکن همه چیزها را میفهمم. من این عروسی بدبختی را قبول ندارم. ما به رضایت خود به همسن خود عروسی میکنم، او هم که با سواد باشه. مادر، کاکا اسلم چی گفت؟ اسلم هیچ چیزی نگفت، کل گپارا شریفه زد. شریفه چی گفت؟ تو خود کل گپ قصه کو که بفهمم. ای بچه، شریفه او شریفه نیست، یک متر زبانش است. اتو گپاره گفت که چی برات بگویم. تو یک دفعه بگو که چی برات گفت. او گفت که پدر ما بد کده که مرا در کودکی به فرید داده. حال ما امرای فرید عروسی نمی کنم. پدرش برش از نگفت؟ پدرش چپ شیشته بود و گپای دخترش می شنید. او را هم ملامت کرد. او را چطور ملامت کرد؟ موهایش هم می کند. او گفت تا وقتی که دختر 16 ساله و بچه 18 ساله نباشه عروسی باید صورت نگیره که عاقبت خوب نداره، بچه و دختره بدبخت می سازه. خب حالا تو گپ می زنه؟ امروی مکتبش در جنجال ماندیم. دیگه چی می گفت؟ او می گفت که دخترایی که از خانه فرار میکنه و یا خود می سوزانه و یا خودکشی میکنه ای همه کسانی هستن که در سن 10 سالگی یا 15 سالگی عروسی کردن که اردو خانواده را بدبخت می سازه. خو حال او گپای کلان میزنه؟ ها بچیم، حال او شریفه سابق نیست، حال گپای قانون مدنی میزنه. میگه که دختر پیش از 15 سالگی باید عروسی نکنه. وقت عروسی از 16 سالگی الی 18 سالگی است و حق قانونی بچه و دختر است که هیچ کس از پیشش گرفتن نمیتونه. ما خو میگم یک سنگ کلان از سرش بان، در یک جای دیگه برات عروسی میکنم. تو چی گپای بی غیرتی میزنی مادر؟ مردم چی خواد گفت که نامزادش برش نداد؟ پشت گپای مردم نگرد، ما برات یک دختر خوب پیدا میکنم. ولا گبانمش، مرم او تفنگ ما. تفنگ چی میکنی؟ در جایت میشی؟ حال ما زور خود بستلم نشان میتم، تا وقتی که از دنیا رخصتش نکدیم نمیمانمش. پشو از رویم. او خدا، حالی چی کنم؟ پس بگر بیا او بچم. تا وقتی که بخون اصلا ما دخترش دوستای خود رنگ نکدیم پس نمیم. این برنامه از طرف مؤسسه حقوق بشری و رسانه زنان برای شما تقدیم شد. ما منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظریات سالم شما هستیم. شماره تماس ما 020-25-63-290 و همچنان برای معلومات مزید به سایت www.whmo.org مراجعه کنید.